بود این احساس رو گم کرده بودم. خبر نداری که تو چه برزخی گرفتار شدم. هر روز میبینتش و بیشتر بهش وابسته میشه. از وقتی زن گرفته بود یه بارم به من نگاه نکرده بود. این دیگه دلمو خیلی میسوزند. تا وقتی من غریبم چیزای زیادی برای پنهان کردن وجود داره. نه ترس، فقط جواب سوالم بده، ولم میکنی یا نه؟ چشمم به این رو سفید شد. وایسا میگم بهت بعد وصلت شما با معلقه خانوم بچه‌م این رو به اون رو شد. گفتی طلاقم دادی؟ چی کار کنم؟ نمیتونم حقیقتو بهش بگم. این همه زن هوو داره. مهم تویی که هستی. چجوری تونست به من نگی که زن بچه داره؟ چطوری؟ اینکه یه کاری کنی فکر کنم من دیوونم؟ تا عکسشو دیدم مهرش به دلم افتاد. به خودمم باور میکنم چون میدونم دوستت داره. کی گفته دوستش ندارم؟ من خیالاتی شدم. برای همین دیگه دوستش نداری؟ محلقایش بپرسم راستشو میگی؟ چرا همش فکر میکنم یکی مراقبمه؟ نمیخوای جواب بدی؟ نمیدونم دخترم. پس حسین سرمدی کیه؟ چه میدونم والا. اون آقایی که ازتون خدافظی کرد کی؟ ما چه میدونیم این آدم کیه؟ دروغ میگی. آره عزیزم درست فهمیدی. میشناسیش نه؟ اشتباه میکنی مادر جان. تو باید به من میگفتی. معلوم نیستن که چطوری جادوش کرده. اصلا دیگه حسینم نگاه نمیکنه. چی از اینجا بره؟ نمیدونم نگران چیه که اصرار داره من زودتر برگردم. اینجوری فکر نکن. عذاب وجدان داره. فوقش منو میبرن تیمارستان. از تنهایی که بهتره. پچپچه اونا تمومی نیست. اونو کی بهت داده؟ یه مامان دیگه. کدوم مامان؟ من بهت میگم. خیلی خوب. خانم با شما با کی کار داشتین؟ وایسا. خودمو میبینم که روی تاب نشستم. تابی که دو سر تنابش به ابرا میرسه. هیچ کس کل نکشید. هیچ کس دست نزد. چی کار میتونستم بکنم؟ هم خوشحال بودم هم دلم شور میزد. مثل بادبادکی که نخش پاره شده باشه سرگردون و تنها شدم. فکر میکردم زندگی همینه. سنگینی نگاهش رو صورتم، رو شونه هم، حتی روی هوای دورو برم احساس میکنم. اصلا دلم نمیخواست تو چشاش نگاه کنم. دوستش داشت. دوستش دارم. چی میخواستم؟ باید مواظب باشم کار عجیبی ازم سر نزنه. نمیدونم. اینا رو که میگفتم ننم میگفت زبونت گاز بگیر و این حرفا رو نزن. میخوام ببینمش.